درود رفقا احوالتون چطوره امیدواریم که تندرست و خورسند باشید انگلیسی مثل آب خوردن اینجاست و در این درس میخواییم بپردازیم به تلفظهای حرف A در انگلیسی ببینیم که حرف A چه تلفظهایی داره و به چه صورت تلفظ میشه همونطوری که در الف ما تلفظهای متفاوتی مثل ا، ا، او، ا, 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 آ برای الف داریم در انگلیسی هم برای ای به عنوان یک حرف صدادار تلفظ های متفاوتی داریم پس چیز عجیب غریبی نیست خیلی هم نگران کننده نیست آشنا شدن با این تلفظ ها به خصوص برای بچههایی که در گام های ابتدایی یادگیری هستند میتونه بهشون کمک کنه که تلفظ های مربوط به کلمات متفاوت رو بهتر و سریعتر یاد بگیرن و حواستون باشه بعضی از بچه ها هم اصلا حتی در لول های متوسط بعضی وقتا با این تلفظ ها ممکنه آشنا نباشن اما در کل چیز نگران کننده ای نیست و با تمرین و رفته رفته به این تلفظ ها آشنا خواهید شد و به صورت اتوماتیک اینها رو فرا خواهید گرفت حالا بریم ببینیم که حرف A چه تلفظ هایی داره و چه کلماتی رو میتونیم باهاش مثال داشته باشیم برای هر تلفظ هم چند تا مثال خدمت شما تقدیم شده اولین تلفظی که برای ای در انگلیسی داریم ا صدا میده ا مثل جک اگزکت کت اپال معنیاشون هم که میدونید جک اسم خاصه مثلا آقایی به نام جک اگزکت یعنی دقیق کت که دیگه همه میدونید گربه apple سیب پس تلفظ اول حرف ای شد ا جک اگزکت کت apple. بریم بعدی ببینیم که چه تلفظی رو خواهیم داشت تلفظ بعدی آ آ مثل کارد ما تو انگلیسی میگیم کارد تو فارسی بهش میگیم کارت مثل کارت بانکی کرedit کارد کارت اعتباری فادر آ میبینید که صدای آ میده فادر آرم فارم پس تلفظ بعدی برای حرف ای آ بریم بعدی ببینیم چیه بعدی ا ا کوتاه یا به شوا هم گفته میشه مثل about ببینید ا خیلی کوتاه about حدوده around هلوهوشه around around woman woman ببینید که ا خیلی کوتاهیه بریم ببینیم بعدی چه تلفظیه فوتبال تال Call، لا پس این هم یک آیه دیگه یه ذره نزدیک به اوه نه فوتبال تال یعنی بلند قد بلند کال صدا زدن یا زنگ زدن لا قانون بریم ببینیم که بعدی چیه بعدی a، a، مثل کیبل 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 یعنی کابل stable stable یعنی با سبات. able able قادر توانمند ایت گذشته یه ایت یعنی خوردن بچه ها تلفظ رو دقت داشته باشید مثلا نگفتم کیبل یا نگفتم کیبل کیبل بل بل stable able ate بریم بعدی ببینیم که چه تلفظ دیگه ای داره آقا خیلی زیاده تلفظش نه یه بند خدایی درخت گردو رو میبینه در جایی میگه اوه این اگر درخت گردوه درخت هندونه الله اکبر البته این مقیاس خیلی درسته نیست ولی به حال خیلی خودتون رو نگران نکنید بریم ببینیم تلفظ بعدی حرف ای چیه تلفظ بعدی ار به این صورت شر کرفول rare air میبینید که به این صورت تلفظ میشه share یعنی شریک شدن یا به اشتراک گذاشتن careful یعنی مراقب care یعنی مراقبت کردن توجه کردن و careful یعنی مراقب دقت بکنید نگفتم careful careful fall fall rare یعنی کمیاب نادر air هوا بریم ببینیم تلفظ بعدی چیه آقا چقدر زیاد تلفظاش همونطوری که گفتیم همونطوری که در فارسی معادل الف تلفظهای متفاوت داریم ای هم به همین صورته چرا چون ای یک حرف صدا داره حرف بی صدا نیست مثل بی نیست مثل دی نیست یک حرف صدا داره بنابراین میتونه صداهای متفاوت داشته باشه اصلا خودتون رو نگران نکنید کم کم خیلی راحت اینها رو با تمریناتی که در درس ها خواهید داشت و درگیر یادگیری زبان خواهید بود فرا خواهید گرفت بریم ببینیم بعدی چیه بعدی private اه, 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 اه خیلی کوتاهه. یه چیزی بین ا و ای مثل private it private climate senate private یعنی خصوصی climate یعنی آب و هوا senate یعنی سنا مجلس سنا همونطور که مشاهده کردید میبینیم که تلفظ متفاوتی برای حرف A به عنوان یک حرف صدادار در انگلیسی داریم و میتونیم اونها رو با تمرین خیلی سریع یاد بگیریم اصلا نگران نباشید چیز خاصی نیست رفته رفته به این موارد مسلط خواهید شد این لیستی که دارید مشاهده میکنید به ترتیب استفاده و به ترتیب تکرار این تلفظ در انگلیسی ترتیب شده و مثلا ا بیشترین کاربرد رو ممکنه داشته باشه و این حالت در حالت آخر که پرایوت ای, ای, ای کوتاه بین ای و ای خیلی کمتر ممکنه استفاده بشه یک بار با هم سریع کلمات رو میخونیم جک اگزکت کت اپل کارد فادر آرم فارم اباوت اراوند ومن فوتبال تال کال لا cable, stable, able, eight, share, careful, rare, air, private, climate, senate. حالا کاری که باید بکنیم میبینید که در انتهای مثال سه نقطه گذاشتیم. آیا شما برای مواردی که گفتیم میتونید مثال بیشتری بزنید یا نه؟ اگر میخوای تمرین کنید با این درس در قسمت کامنت مثال های بیشتری رو با استفاده از حرف A حتما بنویسید و عنوان بکنید که عضو کدوم تلفظه یک دو سه چهار پنج شش هفت کدومش اینو حتما در قسمت کامنت همراهی بکنید تمرین بکنید هر چقدر درگیر یادگیری باشید هر چقدر بیشتر تمرین بکنید بیشتر فراخواهید گرفت این درس یکم طولانی شد به این دلیل که تلفظ متفاوتی رو برای حرف A داریم برای حرف های بی صدا طبیعتا انقدر زیاد نیست صداها و خیلی ساده است خیلی خودتون رو نگران نکنید تندرست باشید بی نهایت سپاس گذاریم از همراهی شما با کانال خودتون انگلیسی مثل آب خوردن ایام کام